سلام، سال نوتون مبارک. من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. برنامه این هفته نوروزی ما به رقص اختصاص داره. شانتالا شیوالینگاپا، رقصنده هندی و استاد رقص سنتی کوچی بودی، در مدرسه هند به دنیا اومده و در پاریس بزرگ شده. رقص‌های سنتی هند رو از بچگی نزد بزرگترین استادان این حرفه فرا گرفته و در طول دوران کاریش با برخی از بزرگترین هنرمندان عرصه نمایش و رقص در غرب مثل پیتر بروک، پینا باوش و موریس بژار همکاری کرده. در گفتگوی اختصاصی با تماشا، شانتالا از تجربه 30 سال رقصیدن بر صحنه میگه. अंडरुद्राय ब्रह्मांडरुद्रा चंडरुद्राय प्रचंडरुद्राय तंडरुद्राय शूररुद्राय वीररुद्राय شانتالا شیوالینگاپا رقصنده‌ای منحصر به فرده که کارش بیننده رو مسحور میکنه. او در رقصی از رقصهای کلاسیک جنوب هند به نام کوچی پودی استاده. در این برنامه اول به سابقه او در رقص کوچی پودی و رقصهای کلاسیک هند میپردازیم و بعد کارهای رقص معاصر و تئاتر او رو معرفی میکنیم. मत सततम भैरवम क्षेत्रपालम रम 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 रक्तवर्णम स्फटिकटित तनुम तीक्ष्णदम श्राकरालम عشق من به کوچی پودی وقتی 16 سالم بود شروع شد. علاقه زیادی به این رقص پیدا کردم که هنوز هم در من زنده است. کوچی پودی یکی از رقص‌های کلاسیک هنده. رقص‌های کلاسیک هند در نسخه به زبان سانسکریت به جا مونده و به ما رسیده. توی این نسخه ها همه دقایق تکنیکی، حرکات، حالت دست‌ها، موقعیت قرار گرفتن پاها، حرکت چشم‌ها و ابعاد صحنه با جزئیات مدون شده. این دستورالعمل‌ها در هر منطقه تحت تأثیر آداب و رسوم و سنت‌های اونجا، موسیقی، ادبیات، زبان و فرهنگ بومی اون منطقه قرار گرفته و شکل‌های مختلف رقص کلاسیک هند رو به وجود آورده. کوچی پودی رقصیه که در ایالت اندراپرادش واقع در جنوب هند به وجود اومده. اندراپرادش جایی که از قرن دهم بعد از میلاد رسم شیوا پرستانش این بود که با رقص و آواز افسانه های شیوا ایزاد بر پادارنده زمین و آسمان رو به تصویر بکشند و به این ترتیب اولین رقص نمایشی در این منطقه به وجود اومد. در سال 1565 وقتی امپراتوری هندوی جنوب هند سقوط کرد، بیشتر گروه‌های رقصنده به سرزمین‌های جنوبی‌تر رفتند. اما اون‌هایی که در اندراپرادش موندند، به رغم اینکه پشتیبانی نداشتند، رقص مخصوص خودشون رو باز زنده کردند. 100 سال بعد، یکی از فرمانروایان مسلمان گلکوندا در روستای کوچیلاپورام نمایش رقصی دید و اون روستا رو به رقصندگان اهدا کرد. این روستا و رقصش بعدها هر دو کوچی پودی نامیده شدند. کوچی پودی هم مثل باقی رقص‌های کلاسیک هنده. رقص کلاسیک هندی دو جنبه داره. یکی رقص محض و حرکات، دیگری هم داستانگویی. این دو همیشه با هم در هم تنیده شدن. رقص محض حرکت تمام بدن با ریتمه و بخش داستانگویانه رقص اون چیزیه که با ژست دست‌ها و حرکات چش بیان میشه. رقصنده داستانگو با مخاطب در ارتباط مستقیم و کامله و وقتی که داره قصه رو با حرکات بدنش تعریف میکنه، اغلب در چشمان تماشاگران نگاه میکنه تا مطمئن بشه که اونها داستان رو دنبال میکنه. اونطور که در نسخه های کهن نمایشی اومده، نگاه دست ها رو دنبال میکنه، ذهن نگاه رو و راسا ذهن رو. راسا چیه؟ حس درک و لذت از زیبایی. بسیاری از جست ها و حالت دست ها ملهم از مجسمه خدایانه که مخاطب هندی فوراً اونها رو درک میکنه و باهاش ارتباط برقرار میکنه. سر بھئی کا
یه جور تضاد یا شاید بشه گفت دو انرژی مکمل در رقص کوچی پودی هست. یه بعد زمینی داره که قوی و قرص و محکمه و یه بعد دیگه داره که خیلی با ظرافت، سبک و سیاله. این دو انرژی مرتب به هم پیوند میخورن و با هم بازی میکنن. برای مثال این بخش رقص داستان زن جوانیه که داره آماده میشه که با معشوقش ملاقات کنه. اون خودش رو در آینه نگاه میکنه تا مطمئن بشه که سر و وضعش مرتبه. بعد موهاشو میبافه، به صورتش کرم میزنه، او شگفت زده میشه. در هند این یک سنت هزاران سال است. توی اون سرزمین یه جور آگاهی نسبت به بعدی ورای بعد زمینی زندگی وجود داره. مردم هند میخوان اون بعد فرازمینی رو متصور بشن و بهش برسن و هنر اون چیزیه که میتونه توی این مسیر به آدم کمک کنه. اسم من شیوالینگاپاست، اسم پدرمه. پدرم متعلق به گروهیه که ایزد شیوا رو میپرستن. هندویسم که یکی از پرپیروترین مذاهب هنده، بیش از اون که دین باشه رسم و روال زندگیه، رسم و روالی با قوانین خاص. در آموزه‌های اولیه هندویسم برهمان ایزد یگانه، حقیقت محض، علت العلل و مبنا، سرچشمه و هدف هستی معرفی شده بود. پیروان دین هندو بعدها سه شاخه شدند که هر یک تجلی این صفات رو در یکی از سه ایزد ویشنو، شیوا و الهه شاکتی می دیدن و هر گروه یکی از این خدایان رو می پرستیدن. من همیشه علاقه خاصی به شیوا داشتم. او یک رقصنده آسمانیه. اونه که ریتم رو به کیهان هدیه میکنه و این ریتم سرچشمه ی رقصه. گفته میشه اگه شیوا نرقصه همه چیز از حرکت باز میسته. شیوا یه یاقیه. در گورستانها میرقصه و با ریختن خاکستر بر بدنش همیشه مرگ رو به ما یادآوری میکنه. تمثال شیوا که او رو در شمایل رقصنده‌ای که خلقت رو باعث شده نشون میده، پیامی مشابه یکی از اصول فیزیک کوانتوم داره. این که در دل هر چیز یک ذره همیشه مرتعش وجود داره. آکاشا آخرین قطعه کوچیپودیه که من طراحی کردم. آکاشا کلمه سانسکریت به معنی آسمان یا فضاست. ما آکاشا رو عنصر پنجم میدونیم. چیزی که چهار عنصر دیگر رو به هم پیوند میده. در معنای عمیق‌تر آکاشا فضای بی نهایت آگاهیه. آگاهی که ما با حواسمون به تنهایی نمیتونیم درکش کنیم. در این اجرا پنج قطعه وجود داره. یکی درباره الهه مادره، یکی درباره هجای نخستین اومه و آخریش درباره پیرواست که یکی از جلوه های مخرب شیواست. پیروا ایزد ویژه‌ایه و شخصیتی بسیار ترسناک داره. در این حال از اونجایی که ایزد محافظه بسیار هم رعوفه. برای همین باید بگم قطعه پیروا قسمت مورد علاقه منه. در طراحی این قطعه به یه چیزایی رسیدم که باعث شد این قطعه با همه کوچیپودی هایی که قبلا رقصیده بودم متمایز بشه. Very different than the usual kuchipudi that I've been dancing before. Mam bam bam vayu vegam nada jana sadayam brahmacharam parantam. The musical score is also very powerful. در کوچیپودی موسیقی هم نقش مهمی داره. آوازها به زبان سانسکریت و آوای کلمات و هجاها به خودی خود قدرت و تأثیر زیادی روی رقص و روی تجربه اجرا داره. رقصنده ای که پیروا رو به تصویر میکشه، اول یک چشمش رو نشون میده، بعد چشم دیگرش رو نشون میده و بعد ارتعاش آتش رو نشون میده. با سه انگشتش به چشم سوم شیوا اشاره میکنه. چشمان پیروا اینقدر قوی هستن که برای نابود کردن دشمن آتش ازشون میباره.
حرکت دست‌ها و بازوها علائم مذهبی شیوا پرستان رو نشون میده. علائمی که اونها بر بازوها و پیشونیشون با خاکستر مرده نقاشی میکنن. پیروا قدرتش رو به نمایش میگذاره. جهش های جنگجویانه این خدا به نشانه جنگ او با همه بدی هاست. پیروا موجود اهریمنی رو با نیزه بلند می کشه. خیلی رضایت بخشه وقتی که میبینم تماشاگرانی که هیچ پیش زمینه فرهنگی نسبت به اجرا ندارن و با داستان و سمبول‌ها و کدها آشنا نیستن تحت تأثیر قرار میگیرن و با کار ارتباط برقرار میکنن، ارتباطی ورای داستان و فرهنگ. همه ما دنبال همینیم که بتونیم در بعدی عمیق‌تر با هم ارتباط برقرار کنیم. رقص روی سینی مختص کوچیپودیه. اینجا رقصنده الهه شاکتی رو تصویر میکنه که مثل شیوا امنیت و مواهب دیگه اعطا میکنه و در این حال از دشمنان پرستشگرانش انتقامی سخت میگیره. حالا رقصنده نزدیک شدن گاوی اهریمن به نام ماهی شاسورا رو به تصویر میکشه، اما الهه با چند ضربه نیزه اون رو از پا در میاره. الهه دستاشو بالا میبره تا پیروزیش رو اعلام کنه. استاد کوچیپودی من همیشه به همون میگفت مثل عروسک نرقصین، چون بعضی وقتا به خاطر تکرار زیاد تمرین رقص ممکنه رقصنده به وادی مکانیکی رقصیدن کشیده بشه. من مطمئنم که اگه در درون آدم رقصی که هر لحظه زنده و پویا و پرجوش و خروش نباشه، امکان نداره که بدن بتونه برقصه. اما اگه اون حرکت درونی زنده باشه، هر حرکت آدم بازگویی اون رقص حقیقی و اون زندگی درونیه. این هجاها که با آواز ادا میشه حالتهای رقصی پا، بازوها، دست و حرکت چشم رو اعلام میکنه. اینها دستورالعملهاییه که هنگام رقص به طور زنده اعلام میشه و ریتمی تولید میکنه که بدون اون رقصیدن سخته. کلمه‌ای که در زبان سانسکریت به رقص اطلاق میشه مفهومش هست هم‌آوایی آواز و رقص. این نشون میده که در سنت هندی موسیقی زنده همراه جدایی ناپذیر رقصه. موسیقی چند لایه و پیچیده. موسیقی که ترکیبی از ریتم و ملودی و سرودهای مذهبی و شعرخوانی. رقص کوچیپودی رو قدیما فقط مردا اجرا می‌کردن. حتی نقش زنها رو هم مردا بازی می‌کردن. و برای اینکه بتونن یک زن رو به تصویر بکشن، اغلب در زنانگی قلو می‌کردن. امروز هم مردها هم زنها کوچیپودی رو اجرا می‌کنن و میتونم بگم که حتی تعداد زنان بیشتر از مردهاست. بخشی از ادبیاتی که در کوچیپودی به کار میره بسیار رمانتیکه و گاه مضامینی شهوانی داره. مضامین شهوانی در همه هنرهای هندی حاضره و مثلا در مجسمه‌های بعضی معابد یا در اشعار قابل تشخیصه. غایت همه هنرهای هند دستیابی به یک بعد فراتر و والاتره و این بزرگداشت در قالب زمینی تصویر میشه. از لحاظ سنتی در هند هیچ مضمونی تابو نیست، اما در دوران استعمار وضع کمی تغییر کرد، چون انگلیسی‌ها یه جور محافظه‌کاری و مبادی آدابی با خودشون آوردن که همه چیز رو یکم رقیق کرد و همه هنرها به نوعی تنزل پیدا کردن. هنرها تشویق نمی‌شدن و وقتی بالاخره در دوره‌های بعد احیا شدن، زمانه دیگه‌ای بود و شرایط متحول شده بود. بنابراین هنرها هم به شکل متفاوتی پدیدار شدند. ولی امروز هم اگه نگاه کنین، مضامین شهوانی هنوز در هنر هند وجود داره. شانتالا با آموختن رقص باهاراتاناتیام وارد عالم رقص شد. او این رقص را از مادرش ساویتری نایر که یکی از موزیسین‌ها و رقصندگان کلاسیک هندیه و حدود 40 سال با موریس بژار همکاری کرده آموخت.
شانتالا در 13 سالگی برای اولین بار در کاری از بژار بر صحنه ظاهر شد. کاری به نام 1789 و ماه. بژار آدم بسیار با علاقه و پرشوری بود. در مورد موضوعات مختلف حرفای بسیار جالب و جذابی می‌زد. او به فلسفه شرق و سنت‌های معنوی گرایش داشت و عاشق موسیقی بود. حالا که نگاه می‌کنم می‌بینم که من از طریق آموزه‌های بژار درک خاصی از موسیقی و حرکت پیدا کردم. دیدم که آدم چقدر باید برای یک قطعه رقص از لحاظ جسمی و روانی و حسی مایه بذاره و باعث شد که برای اولین بار به این فکر کنم که رقصنده بودن یعنی چی. What you put into it, physically, mentally, emotionally, you put everything into dance. شانتالا کوچیپودی رو با شاگردی مرشد ومپاتی چینا ساتیام که خانوادش نسلن در نسل رقصنده کوچیپودی بودند آموخت. استاد او یکی از بزرگترین نوآوران کوچیپودی در قرن بیستم بود. من در پاریس بزرگ شده بودم و با سبک‌های مختلف هنر و رقص آشنا بودم. ولی اینکه در عنفوان جوانی رقص کوچیپودی رو در هند از یه همچین استادی یاد گرفتم، باعث شد که به ارزش و ذات بی‌نظیر کوچیپودی پی ببرم. حس می‌کردم که باید این دریافت رو به بقیه هم برسونم و همین منو به کار کردن و پیشرفت در این سبک تشویق می‌کرد. من پینا رو وقتی خیلی جوان بودم دیدم. دوست مادرم بود. در ضمن همیشه خیلی پیگیر کارهای رقص من بود. اولین باری که با استاد هندیم تور اروپا داشتم، او ما رو برای اجرا به شهر خودش ووپرتال دعوت کرد. ما اونجا برای رقصنده های گروهش یک کارگاه آموزشی گذاشتیم. یه روز منو به ناهار دعوت کرد و ازم پرسید که آیا میخوام در کار بعدیش برقصم؟ گفتم بله و این آغاز سالهای دراز همکاری من با او و گروهش بود. من تا اون موقع جز کوچیپودی کاری نکرده بودم. کاملا در کوچیپودی غرق بودم و اونقدر عاشقش بودم که اصلا تمایلی نداشتم کار دیگه‌ای بکنم. از طریق پینا کم کم در تازه‌ای از حرکات برون باز شد. کارم برای مدتی خیلی سخت بود چون در کوچیپودی همه چیز، همه حرکات کاملا مشخص و طراحی شده است و آدم فقط باید اونو یاد بگیره و باز تولیدش کنه. ولی در سبک رقصی مثل رقص پینا، رقصنده خودش خالق حرکاته. پینا باش هنوز در زندگی من حضوری قوی و زنده داره. همونطور که استاد کوچیپودیم هنوز در زندگیم حضور داره. با اینکه هر دوی این دو نفر از دنیا رفتن. این آدم ها شخصیت های خیلی مؤثر و قوی هستن. نه فقط به خاطر اهمیتشون در عالم رقص و هنر. بلکه به خاطر اونچه که به شاگردان و همکارانشون دادن و با سخاوت روحشون رو سیراب کردن. مثل چشمه‌ای بودن که میجوشه و اگر تو میتونستی ازشون بنوشی، هر چقدر که میخواستی میتونستی بنوشی. پینا باوش شانتالا رو وارد مسیر تازه‌ای کرد. او به صرافت افتاد که رابطه بین کوچیپودی، رقص معاصر و دیگر سنت‌های رقص رو کنکاش کنه. نمسیا 4 قطعه رقص تک نفر است که با هم یک اجرا رو تشکیل میده. اولین قطعه رو پینا باوش و دومی رو طراح رقص ژاپنی اوشیو آماگاتسو طراحی کرده بودند. تخصص آماگاتسو در رقص بوتوه و در بوتو هم سبک خاص خودش رو داره. بوتو از لحاظ ظاهری نقطه مقابل کوچیپودیه.
چون کوچیپودی خیلی رقص بیانگریه، ریتمیک و سریعه و پر از قصه گوییه. در حالی که بوتو خیلی درونی و انتزاعی و بی نهایت کنده. با این حال من متوجه شدم که برخورد درونی رقصنده با این دو میتونه به هم خیلی شبیه باشه. دو رقص آخر رو مادر شانتالا، ساویتری نایر و خود شانتالا طراحی کردن. به پیشنهاد پینا باش، شانتالا با رقصنده معروف بلژیکی سیدیلار بیچرکاوی هم همکاری کرد. رقص بازی حاصل این همکاری بود. همونطور که از عنوان این رقص یعنی بازی برمیاد، صحنه یک زمین بازیه. اشاره یه به این که زندگی میتونه یه زمین بازی باشه. مگه نه این که وقتی بچه ایم زندگی رو از طریق بازی و بازی گوشی درک میکنیم. بازی چیزیه که در این حال که لذت بخشه، قوانینی هم داره. برای اینکه یه بازی خاص رو انجام بدی، باید قوانینش رو بدونی. سیدی لاربی کسیه که از یک سنت خاص رقص نمیاد، اما آماده پذیرش همه سنت‌ها و سبک‌های رقصه و همه مهارت‌ها و چیزهایی رو که به نظرش زیبا بیاد با آغوش باز میپذیره. وقتی آدم با کسی ملاقات میکنه، اون چیزی که هست و اون چه که داره رو به ملاقات اون فرد میبره و با چیزهایی که اون آورده مبادله میکنه. یکی از جالبترین کارهای مشترک شانتالا یک رقص دو نفره با لیل باک، رقصنده آمریکایی رقص خیابانی جوکینه. لیل باک رقصنده شگفت‌انگیزیه. چه لذتی داشت کار کردن باهاش. کوچیپودی و جوکین خیلی نقاط مشترک دارن. در ظاهر به نظر میاد که دوتا رقص کاملا متضادن، ولی مشترکات زیادی دارن. برای مثال همین ریتمیک بودنشون و اینکه در هر دو باید گاهی یک عضو رو به تنهایی و در حالی که باقی بدن ثابته حرکت بدی. پروسه تولید هر دو هم پر از خلاقیته. در کنار کارنامه بی‌نظیر رقصش، شانتالا روی صحنه تئاتر هم بازی کرده و از 14 سالگی در بعضی نمایش‌های پیتر بروک بازی کرده. در این صحنه اون رو در نقش اوفیلیا در آخرین اجرای هملت پیتر بروک می‌بینید. Soft you know the fair Ophelia. Nymph in thy orisons be all my sins remembered. Good my lord. How does your honor for this many a day? I humbly thank you. Well, well, well. My lord, I have remembrances of yours that I have longed to re-deliver. Such a wonderful experience and Peter is an absolute master at his craft. بسیار تجربه بی‌نظیری بود. پیتر در کارش یک استاد تمام عیاره و در زندگیش تجربیات باور نکردنی داشته. هر لحظه‌ای که در کنارش هستی مایه شادیه و بهت چیز یاد میده. خیلی لذت بخشه. پر از سبکی و طنز و داستانه و به هر کس با توجه به طبیعت و موقعیت اون فرد مسائل رو توضیح میده. مثلا با من که حرف میزنه از رقص مثال میاره و از زاویه رقص چیزا رو توضیح میده. Giving metaphors related to dance or to performing through dance. And I of ladies most deject and wretched.
that sucked the honey of his music vows. Now see that noble and most sovereign reason blasted with ecstasy. Oh, woe is me. To have seen what I have seen, see what I see. کار کردن با پینا باوش و پیتر بروک به خاطر توجهشون به ریتم درونی صحنه ها و به دقایق و ظرایف امور خیلی برای من مهم بود و روم تأثیر گذاشت. وقتی آدم کوچیپودی رو درک میکنه دیگه هر کاری که میکنه کوچیپودی میشه. از اون طرفم من به رسم غریزه به خودم این آزادی رو دادم که از هر چیزی که تحت تأثیر قرارم میده تأثیر بگیرم و مسلما همه اینا هم روی اجرای کوچیپودی من تأثیر گذاشته. شانتالا شیوالینگاپا به خاطر رقص پر ریتم پاهاش و قدرت روایت دراماتیکش به عنوان یکی از بزرگترین رقصنده‌های کوچیپودی دوران ما شناخته میشه، اما مسیری که تا اینجا طی کرده مسیری معمولی نبوده. نیویورک تایمز در مورد اون نوشته او به خاطر حضور صحنه‌ایش، درک عمیقش از موسیقی و قدرت بیان چشمگیرش یکی از موفق ترین هنرمندان چند رشته‌ای هند. سکی سوندرم بالکریشنم کلی سکی سوندرم.